نگاهی به چند خبر کوتاه. مقام های سعودی اعلام کردند که یک شهروند این کشور را به دلیل نقض قانون مبارزه با جرایم سایبری دستگیر کردند. فعالان سعودی اعلام کردند که این فرد عماد المبعیض واعظ سعودی است که چند روز گذشته در ویدیویی از محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و ترکی آل شیخ مشاور ولیعهد و رئیس اداره سرگرمی عربستان انتقاد کرد. از سوی دیگر و به گفته منابع آگاه محلی، سرهنگ راب حل انزی، یک عضو سرویس امنیتی سعودی، نیز جدایی خود از این تشکیلات را اعلام کرد. برای مدت طولانی دانش آموزان مسلمان در شهر نیوجرسی آمریکا مجبور بودند بین سختگیری تحصیلی مدرسه و انجام وظایف دینی خود مانند روزهای عید یکی را انتخاب کنند. اکنون تعداد زیادی از مدارس دولتی این شهر به دلیل افزایش جمعیت مسلمانان برای عیدهای اسلامی تعطیل می شود. فعالان اجتماعی در این شهر می گویند تعطیلی مدارس دولتی در روزهای مهم مذهبی مسلمانان می تواند زمینه گفتگو با پیروان سایر ادیان را بیشتر کند. دانش آموزان مسلمان در این شهر میگویند آنها در گذشته وقتی مجبور میشدند بین اولویت دادن به وظایف دینی یا تحصیلی خود یکی را انتخاب کنند در مدرسه احساس بیگانگی میکردند. وزارت حج و عمره عربستان سعودی اعلام کرد این کشور آمادگی استقبال از 2 میلیون حاجی در طول موسم حج سال جاری 1444 هجری قمری 2023 میلادی را دارد. بنابر اعلام برخی رسانه‌های عربی و دستور صادره از وزارت بهداشت عربستان، 10 گروه از جمله افراد مسن، بیماران کلیوی و کبدی، مبتلایان به چاقی مفرط، بانوان باردار و افرادی که با بیماری‌های تنفسی دست و پنجه نرم می‌کنند و یا از بیماری‌های قلبی و عروقی رنج می‌برند از ادای فریضه حج امسال محرومند.